رئیس جمهوری خواه پیشین مجلس نمایندگان آمریکا میگوید امیدوار است رهبر شورای ملی مقاومت ایران برای دیداری رسمی از آمریکا به این کشور دعوت شود تا ضمن ملاقات با مقامات آمریکایی توانایی های بالقوه شورا علیه مقاومت در برابر دیکتاتوری را تشریح کند. او این نظر را در جمع خبرنگاران و مفسران رسانه های آمریکایی و بین المللی در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن مطرح ساخت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرهاد پولادی. آقای گینگریچ رئیس جمهوری خواه پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در این نشست که در شهر واشنگتن برگزار شد گفت تغییر رژیم دیکتاتوری ایران در دراز مدت منافع آمریکا را تأمین می کند و به نفع مردم ایران است. به گفته این جمهوری خواه پیشکسوت، استراتژی پرزیدنت ترامپ در قبال ایران راهبردی است جامع که در چارچوب آن از هم پاشیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در نهایت رژیم دیکتاتوری در ایران می تواند با هماهنگی و همکاری مؤثر بین آمریکا و شورای ملی مقاومت عملی شود. Because I do believe that in fact the National Council of Resistance of Iran. من بر این باورم که شورای ملی مقاومت دارای پتانسیل عظیمی است و به عقیده من خانم رجوی با مدیریتش در رهبری آن در این سالهای طولانی و دشوار کار شگفت‌آوری را انجام داده است. من امیدوارم که در آینده نزدیک رسماً به ایالات متحده دعوت شود تا بتواند با مقامات آمریکا در واشنگتن دیدار کند و به سراسر آمریکا برود. من معتقدم او نمادی از مقاومت در برابر رژیم دیکتاتوری است. حضور او در اینجا نه تنها تأثیر بزرگی در تمامی کشور دارد، بلکه پیامی مهم به اروپا است که سیاست ما در این مسیر در حال پیشرفت است. آقای گینگریچ افزود که استراتژی پرزیدنت ترامپ در قبال ایران به همه جوانب به مقابله با زیاده خواهی ایران در منطقه خاورمیانه می پردازد.